The new Bioco. Bioco جدید. Jack got a new job at a biotechnology company called Bioco. جک کار جدیدی در شرکت بیوتکنولوژی به نام بایوکو به دست آورده بود. Bioco manufactured drugs to treat diabetes and high cholesterol. بایوکو شرکتی بود که دارویی برای درمان دیابت و کلسترول بالا تولید می‌کرد. Jack's job was to use a tiny mechanism to get nectar from flowers. کار جک ای بود که با استفاده از یک ماشین کوچیک شهد گل را میکشید از گلها. The nectar was a main ingredient in the drugs. شهد گل یا شربت گل عنصر یا ماده اصلی اون داروها بود. Jack liked his job and he thought that Bioco was a caring company. جک وظیفه و کارش رو دوست داشت و فکر میکرد که شرکت بایوکو یه شرکت خوب و دلسوز هست. However, Jack soon learned that the company wasn't as kind as he first thought. به هر حال جک فهمید که این کمپانی که براش کار میکنه شرکت خوبی نیست مثل که اول فکر میکرد. Bioco's motto was make the earth a better place. شعار شرکت بایوکو ای بود که زمین یا دنیا رو یک مکان بهتر بسازیم. However, this motto was deceptive. اما این شعار فقط یک دروغ بود و فریبنده بود. The company actually did a number of really bad things to the environment. این کمپانی در واقع به محیط زیست به طرق مختلف آسیب میرساند. The company produced a lot of smog and harmful acid. این شرکت هوا را آلوده میکرد و اسید خطرناکی را هم تولید میکرد. Bioco poured the acid in a nearby river, which caused erosion and made fish prone to illness. و این شرکت بایوکو این اسید رو میریخت نزدیک اون رودخونه ای که به شرکت نزدیک به کارخونه و شرکت نزدیک بود و باعث فرسایش خاک و در معرض خطر قرار دادن در معرض مریض کردن ماهی ها رو در معرض مریض کردن قرار میداد. After a few weeks at the new job, Jack saw all the bad things Bioco was doing. بعد از چند هفته کار کردن برای شرکت، جک تمام کارهای بدی که این شرکت انجام میده در قبال محیط زیست رو دید. He had always had strong ethics and he knew he had to do something. او همیشه اصول اخلاقی بالایی داشت و او میدونست که باید چه کار کنه در این باره. One day, while the Bioco workers were eating in the cafeteria, Jack stood up and gave a speech. یه روزی که کارگرای شرکت باروکو در کافه رستوران شرکت در حال غذا خوردن بود، جک میسته و برای اونا سخنرانی میکنه. He said, "My fellow coworkers, I know you have all seen the evil things our company is doing." جک میگه که همکارای عزیزم میدونم که همه شما دیدین کارهای بدی که این شرکت انجام میده در قبال محیط زیست. I have a notion that we can fix them if we form a coalition. من فکر میکنم که ما میتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم اگر که ما یک اتحادیه داشته باشیم و یک ائتلاف. We can go to the administration and tell them we'll quit if they don't eliminate the problems. ما میتونیم بریم به مدیریت و به اونها بگیم ما وظیفه‌مون رو رها میکنیم یا از کار خود دست میکشیم اگر که شما این مشکلات رو برطرف نکنید. They'll have
no choice but to listen to us. اونا هیچ انتخاب دیگه ای ندارن جز این که به حرف ما گوش کنن. Jack explained what they were to do. جک به اونا توضیح داد که باید چیکار کنن. His coworkers liked his explicit plan. همکاراش این نقشه و پلان واضح و روشن او رو دوست داشتن و خوششون اومد. They went to the administrative offices and demanded that Bioco stop damaging the environment or they all would quit. اونا رفتن به دفتر مدیریت و درخواست کردن که شرکت بایوتو از آسیب رساندن به محیط زیست دست بکشه یا اینکه اونها وظیفه‌شون رو رها میکنن. یکی از سرپرست‌ها به اونا گفت Thank you for being straightforward about this issue. ممنون هستم از اینی که شما خیلی مستقیم و روک صحبت کردین در مورد این مشکل با ما. Since I can't afford to lose all of you workers, I guess we'll just have to fix things. از اونجایی که ما نمیتونیم تمام کارگرا رو یه دفعه از دست بدیم، فکر میکنم که ما باید این مشکلات رو برطرف کنیم. Jack, his supervisor and his coworkers spent the next month designing a new framework for the company. جک و سوپروایزرش یا همون سرپرستش و کارگرها ماه بعدی رو سپری کردن برای طراحی یک استخوانبندی جدید برای شرکت یا یک روش جدید برای شرکت تا به ویدزیز آسیب نرسه. They cleaned up the acid from the river and minimized the amount of air pollution the company released. اونها اسیدی که به رودخانه ریخته بودن رو تمیز کردن و آلودگی که از طریق اون شرکت بود رو به حداقل رسوندن. At last, the company motto became apt. و در آخر اون شعار کمپانی درخور شد و مناسب بود در مورد چیزی که گفته بودن، که شعارشون این بود که دنیا رو یه جای بهتری بسازیم و در واقع این درخور شد، مناسب شد. خب اینم درس 22 بود، امیدوارم که مفید باشه. Thank you. Make sure to share with your friend and like.